رنگی میخواسته این رنگی. آخه عزیز من تو خودت هم واقع بین باش، نمیشه خوب این به نظر من علکیه. آخه این نه علکی نیست، شاید علکی نیست، ولی موی تو خودت بعد بدونی اون رنگی نمیشه. چون من فکر کنم، حال میگم من که مو بلدم، ولی من فکر کنم که مویی که انقدر تیره است، چون موی خودت معلومه که چقدر مشکیه، اصلا نشه اونقدر به پایه اونقدر روشن، مگر اینکه مثلا هزار دفعه بری. سوئدی ان اینایی که اینجوری ان، ولی بازم به میرسیم که آرایشگر بعد بهت میگفت. ولی مدل موش که اصلا یه چیزی نیست. نه مدل رو نمیگه، مدل فقط رنگو میگه. خب آره، بعد کل موهاش روشنه. مثلا آرایشگری چی فکر کرده پیش خودش که نصف موهای تو رو مشکی ول کرده؟ نه نمیگن خوبیش اینه، میگه بیا بشین. اینو تو استوریام گذاشته بودم، ولی دیدم که واقعا ارزششو داره که تو ویدیو هم توی این فولدر این عکس هم بذارم. به خاطر البته ها اینم بهتون بگم که اون موقع من مطمئنم این عروسی مال سال مثلا 86 آره 85 ایناست. اون موقع مد بود، ولی تو همونا هم بعضیاشون این شیر و پلنگا و ابر و باد و مه و خورشیدی که پشت چشم میکشیدن و تمیز میکشیدن، باز حالا درسته پیریخ بود ولی باز مثلا تمیز میکشیدن. بعضی هم که یکی از دوستای منم هنوز وقت عکسای عروسیشون رو نگاه میکنی، ما رو فکر کنم همون سالا بود، واقعا عروس شیر و پلنگ بود و من میگم این بیچاره دوست من مثلا میترسن اینا وقتی میره عروس و اینجوری میبینه. اون موقع به چشت نمیاد که خیلی شیر و پلنگی، بعد ابروهارم اینجوری یاکوزایی میبردن بالا. خیلی ولی این چیزی کسی می که این دوست عزیز دو تا ابرو داره. نه بابا اون موقعی که من چیز فقط برای تیغ میزدی؟ تیغ نمیزدم، ولی خب ابرو نازکتر از چیزی که الان هست بود. ولی خب این بعد این موجه هاش اینجوری اومده پایین پرواز میکنه با موجه حب نداره خودتون، ولی خب خیلی معقول و بسیار عالی. ببین اگه اینجوری بری توی مهمونی همه میخندن بهت، فکر میکنم خیلی بد کرد، خیلی که بد کردم با این با خودتو با موهات. ببین به خدا همینو یه انگشت تو این فراش میکشید یه ذره مثلا چیز تر به خدا خوب میشد. همینو اگه یه سیبیل میذاش میشد، همینو که میرخصن اون مثلا با کلاهی. باقی سیده خب این چیه مشکل الان؟ تو اصلا دقت کردین علی آرایشو نمیفهمه؟ نه آخه خب سلیقه‌ایه. اینجا اینه همونه که تا رومن کرده بودی حالا سایه آبی زده بودی با رژ قرمز. دوباره برین اون ویدیو رو صدف، چون این کار ما الان تموم شد، بینندگان عزیز کار ما اینجا تموم شد. من چی کار کردم؟ هنر تجسمی آوردم تو صورت. بعد یه چیزی که برای من جالبه توی این آرایش، اصلا از همه چی بگذریم، از ابرو بگذریم، از نمیدونم این خط زیر چشش که تا اینجا اومده بگذریم، از روژش که این اصلا این اینطوری لبشو یه سره کرده بگذریم، از کرم پودرش که نگهچه بگذریم، همه رو بگذریم. این خط چشم جلوی چششو چطور یکیش داره اینجا یکیش نداره؟ میتونم ببینم؟ ببین این داره ده. این نداره. حداقل اینا هم مثلا گم بزنی اگه گندم میزنی. آرشگاه این کارو کرده باشه. بعد مثلا نه کانتوری روژگونه هم که اصلا بینگار رد شده فقط از بغلش و ترکیب رنگا بود. این توضیح بده؟ درش یه پوستش کامل گذاشته رو سرش اینطوری. بعد موهای خودش از اون زیر معلومه. ببین اینم معلومه مال همون دورانه آرایش. کلن بد بود اون موقع. کلن هم از کجا اینا رو گرفته بودن؟ آرایش خوب از اون دوران در نمیاد. اگه عروس سال 85 84 86 هستین، برای من اگر عکس خوب دارین، یعنی فکر میکنین خوب شده بودین، بفرستین ما ببینیم اصلا امکانش هستون دوران کسی عکس اون فامیل خودم هم بعد جزوه اینا میذاشتم.
این دیگه این دیگه تم... یعنی حتما ناراحت چون خراب کرده. روی مورو با ماشین زده قشنگ. آره ماشین گرفته زده همونجور که صدف میزد این پشت منو. بابا مگه میشه چرا میری نزد؟ این جی جی حدید نیست. خودش جی جی حدیده بعد این یکی خز اعظم. اعظمه. خز اعظم. این تا اینجا چیز کرده. خط چش کشیده از این فاصله معلومه بال ماسکه میرن فکر کنم. اوه یادته یادته اون دوران این آرایشا رو. از اون بالا میاد یه دست هوری، از اون بالا میاد یه دست هوری، زیر ابرو سفید، زیر چش سفید، لنز آبی. من که یادم تو یادت نیست دافای اون موقع مثلا اینجوری آرایش میکردن پلنگا و اینا. پلنگا آره دافتن پلنگا اینجوری آرایش میکردن. خودشون خیلی بهتره قطعا ولی خیلی بد. این نصف این قسمت واقعا نوشم دیگه کلاگیسه. کلاگیسه چجوری وایستاده با این حجم مویی که اینجای نمیافتاده چجوری به سر تو چسبونده. آبشاریه برای خودش. لنز آبی چی الان؟ آرایشگاه کرده یا خودتون کرده؟ آرایشگاه فرسته میگه که چالش همینه. موجه ها رو کجا چسبونده این؟ اینجوری رو حواس ولی معلومه جدیدم هست چون ماسک داره. ماسک هم داره. یعنی در سال 2021 واقعا متاثر میشم اینا رو کسی برای آرایشگاه و اینجوری براش موجه بذاره به نظر من در اون آرایشگاه باید گل بگیری. گل بگیری تمام اصلا بره ببنده خیلی بد. من بهتر موجه میذارم نه در حد اینکه آرایشگر برات بزنه ولی خب حالا در حد خودش برای کسی که موجه اینجوری میذاره به نظر من سایه رو بد نزده. نمیدونم مارکیه به قول صدف بستگی داره دیگه. آره ولی خب بیا 87 معلومه دیگه بیشتر از 87 یعنی قبلتر میاد مثلا مال مثلا 53 52 اینا. بابا 53 52 اتفاقا عروسان خب چه جوری بودن یه رژ قرمز ساده میزنن آستینای پوفی فکر کنم ها. البته نه 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 این چیزی من دارم ده مثلا مال سال 60 نمیدونم موقع چه جوری بودن نمیدونم راستش یادم نیست چون من داشتم از رو چیز میگفتم از رو عکس عروسی مامان خودم داشتم میگفتم منم از رو عکس مامان خودم گفتم یه جورایی که فرق داره این بیشتر آره. داره میگم اینجوری این بچه چی وای وای رفته تو تارای کبود همین امروز همون بود ببین چی وصله ببین با مغز رفته یعنی تو تارنگ بود چون تمام بله. صورتش تارنگ بود تو حیات چی تو باید تمیز کنیم این حیات رو آره داشتم میگفتم که اشتباه حساب کردم چون مامان من که اون موقع بکنم نمیدونم آره مامان من خوب بود ولی این سب کی حالا نمیگم بود ولی آرایش خیلی در نوع آرایششون پلنگی نبود فرق داشت با آرایش هایی که الان میکنن یا مثلا حالا شاید مثلا 10-20 سال دیگه آرایش هایی که مثلا صدف عزیزم هم تو عروسی کرد شاید مسخره شد من نمیدونم من سعی کردم تا جایی که میشه شبیه خودم و مثلا خیلی رنگ و رنگ نمیدونم عجیب قریب اینو نباشه دیگه حالا اگه اونم دمودنش... مگه اینکه کلا آرایش از مون بیفته حالا خدا میدونه واقعا چند سال دیگه بعد دید با این همونه دوباره با این یعنی از هموناست کلا رو میذاره اینجاها رنگ بالا رنگ نشه یه برای پارسال این خاله بعد جنس هست نه من میگم ببین این خانوم الان خیلی سنش کمتره خب همینو میگم ولی این خاله این مثلا اینه آره مثل خالش میمونه مثلا یه خاله یه جا افتاده بعد موه رو از اینجا چسبونده از اینجاها پفتاده عجیبه الان آره. بعد چقدر این خط لب چه اصرار دارین تا اینجا و اونجا خط لب بکشین همه میفهمن که شما خیلی سعی کردین عزیزم خودت آرایش کن از این به بعد آره آره خیلی بهتر و جذابتر میشه خودت یا آرایش کن خوب برو برگ پایی فای نه 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 سلام علیکم علیکم السلام
تتو هم که میمونه تا ابد. حالا باز مو سرشو بخوره، آرایشو میشوری، اینو میخواد چی کار کنه؟ گفته خانم ببخشید میشه یه برگ چنار بزنی به یاد پاییز؟ یارو سر فیل زده. اینو مگه قبلش نمیکشن که ببینی؟ چرا؟ نه بعد بکشن و خیلی هم هنره واقعا، یه به نظرم یه هنره خیلی. هشت سال پیش، یعنی میشه الان ما 400، یعنی تو 92 باز هنوز مثل 78 آرایش کرده بودی؟ 87؟ مثل رئیس قبیله سرخپوستاست دیدی اینجوری پرار خدایی. ولی من یادمه به این تاجا میگفتن تاجا ژله‌ای. این ایستاده با مشت اینطوری چیز میگه، بعد اینطوری میبردن زیر مثلا روی این شینیونا اینا، بعد یه سیخ از این بر یه سیخ از اون بر، آره میگفتن که چون خم و اینا میشد وارد که شدن تو عروسیشون گفتن ایستاده با مشت. چی؟ ایستاده سرخوسته عقاب سرکش. ببین چند تا خط کشیده تو این سایه. مثل ببر. ببین ببین به سرش فقط هم همین تاجه نیست، یه سری چیز هم آویزون. اینا چیه؟ سیم خاردار کشیده. بعید نیست که کسی دست نزنه، چون همه میگن آقا بذار ببینم چقدر خوشگل شده عروس گلم، بزنه این سیم خاردار رو بگیر. واقعا خوبه برای اونه که تو عروسی میگیرن آدم و سف سف ماشون. آره دست بزنه پران مونه. آره ایش رفته شد. ببینم قبلی مونه میخواستم، میدونی من میدونم چون میخواست چشمشو درشتر مثلا یه خب معلومه که میخواست اصلا. ولی چرا آرایش همینه اصلا؟ خب چشمشو بزرگتر نشه. ولی آخه اینجوری تا اینجا موجه چسبونده، یعنی بده خیانت کرده. من بگم آخه به شما، یعنی به جای اینکه موجه رو خب جوری که باید بکنی عادی اینجا بذاره، خب مثلا این ورشه موجه رو اینجور چسبیده. موجه سایز اینجا داره؟ نه سایز اکسترا لارج و میدیوم و این نه اونجوری نداره. بعد اینجور موجه بسطش هم سفید کرده که مثلا کسی شک نکنه که این خانم چشاش داره اینجور نیست. اگه از دور وای میستید خوبه، ولی اگه نزدیک شو همه میفهمن. دور که مثلا بعد بری یه شهر دیگه وایسی. ولی به نظرم خوب به نظر خوب هر کی با سایز مثلا چشم و اعضای صورتش خب خیلی به خودش آره خیلی اصلا میاد، خیلی هم جذابه. اینم خودش خوش آرایش کرده واقعا. این همونه؟ این همونه، شاید هم یکی دیگه کرده نمیدونم. ولی آقا اینو برو شما از اینه بعد شسته. شما اینو برو اون اولیه رو دیگه اصلا کات کن تمومش بره. اشتباه من مرز. خیلی کامنت جالبی هم نوشته. خیلی حرفه‌ای ریده. این اتفاقا خیلی مبتدیانه ریده با احترام به نظر تو، چون باز بعضیشون هستن این خورده تمیزه. حالا هر گندی هم که این اصلا واو. ابرواتو چرا اینجوری این خطی کانتور رو میبینی؟ انگار ابرو شمشیری اینجوری. ابرو بعد کلن دوستمون با بلند کردن اصلا غریبه بوده. دوست شده ابروش. این فرق تو رو چجوری باز کرده که حداقل یه فرق رو نمیتونه صاف دراره؟ وای به خواب دختر نازا جس تو کی بهت گفته بگیری؟ اینم لابد ماره. آره همون 87. ببین همه ماره 87 هم خیلی جالبه. آره 87 سمیترین سال عروسی ها دوران تلایی آرایشگرا. و این توره چیه؟ توره نارنجی به تو زده. فوی فوی بعد این جست کی به تو گفت آخه تو این طوره؟ خب نمی کردی خوابی مثلا نه مثلا نازه. خوابه خوابه نازه. تو هنابندو قبل از عروسی یا بعد از عروسی؟ این ماره حالا هنابندو. آره یکیش اون یکیش عروسیه. عروسیت که من نمی اومدم قبلشه. هنابندون قبلشه فکر حالا. کنم نمیدونم. تو دیدی هنابندون با تو چه کرد؟ رفتی عروسی هم همون کار کردی؟ این چی توری مرغی انداخته؟ چرا توری مرغی میندازی رو سر؟ یعنی اول این تورا رو اعصاب، بعد اونایی که مورا اینجوری 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 میکنن توری مرغی گذاشته یه وقت در نره فکر کنم. خب میرسیم به چند تای آخر. آه این بچه روش بچه رو روحیش نسر میذاره به خدا. این خودشونن ها اینا که عکس فرستادن.
یعنی مثلا چند سال پیش خودشونه، مثلا محمود آها بزرگ شده، حالا آره الان بزرگ شده. چرا لزومی نداره به نظرم بچه آرایش کنه؟ چون خیلی قشنگه صورت ماه و نازی داره. اشتباه بکران داشتم گوله رو بهش روبان شیرین فروشی زدن. چرا بچه هاتون رو میبرین آرایش میکنین؟ انگار مثلا یه آدم 30 ساله رو کوچولو کردی گذاشتی روی بدن کوچولو. احتیاج ندارن بچه‌ها. بعد اون... می‌برین آرایش می‌کنی یه جای خوبه. برو عکسشو بیار، عکس دو چشم بچه است. آره آره. بابا مگه می‌خوای بذاری پشت کامیون؟ شب کاشتن تو موها، روز کاشتن تو چشام. نه دیگه اون موقع حالا مد بوده. یاد چشمان تو. حالا اینم دیگه حالا آرایش بدیه دیگه حالا، ولی من خیلی چیزای بدتری دیدم. بدتر بودن ایشون که حالا بازم خوبه. این آرایش بدیه، خیلی بده. بازم از اونایی که دیدیم یارو نون باجت دو تا رو با هم مقایسه کن. نون فرانسوی تو مخش داره. آره کارگزارش اینکه مثل نون باجت انگار ببین نون باجت این سیستمای گوجه است که خود صدف درست میکنه، باگتو گذاشته مو رو پیچیده. من کیف اینجوری چی صدف کنم؟ نه گوجه اینم میگم خیلی آرایش بدیه. ولی آرایش چقدر رو چهره مثلا خیلی چیز داره. خیلی فرق میکنم. بله این چی هم درسته است؟ این درسته است؟ خوشم میاد اصلا علی درست رو با چیز رو تشخیص نمیده. این نمیتونم بفهم مثلا الان این خط لبشون واقعا داغونه. آره. چون مثلا هیچ نیارین بالا میفهمن همه زیاد جالب نیست. ولی سایه هم که جای خود، یعنی در کل خیلی مثلا چیز نیست دیگه، تمیز نیست. معلومه تازه این عکس معلومه چقدر ادیت داره. آره اینو ادیتم... من مطمئنم بدون ادیتش از اینست که مثلا با کاردک باید جمع کنم آرایشو. به عنوان حسن ختام، به خاطر اینکه فقط هم اینجوری نباشه که ما به بقیه مثلا به عکساشون ایراد بگیریم و به کار آرایشگراشون، لابد عکسی که منو زده مامو نه از خودم میخوام بذارم و به شما گندی که یک بار آرایشگره رو سر من زد، قشنگ یه پاشو گذاشتین ولی یه پاشو گذاشتین ولی چه به درخواست خودم این کارو کرد. آها آها اومد. اوکی آقا اینجا یه عیدی بود که علی رفته بود ایران حلقه بخره بیاره، منم گفتم بذار بهتره کنم دیگه. این مثلا بیاد همون دیروزش بود یا اون روزش بود یا مثلا فرداش بود نمیدونم، خلاصه تو همون حوالی بود که علی می‌خواست بیاد اینو. من رفتم آرایشگاه گفتم موهامو روشن کن. تو یادته اینو هستن که موی من در یک برهه از برهه که بهتون میگم این داستان دو روز طول کشید، چون فرداش رفتم موهامو خودم رنگ کردم، تیره کردم. یادمه ولی من اوکی بودم، یعنی من خودم خب موی تیره تر رو بیشتر دوست داشتم، ولی در کل هایلایت بلاند کرده. چه سبب هایلایتش هم خب درست حسابی نیست، یه جاش نارنجیه یه جاش زرده یه جاش یه رنگه، اصلا خلاصه که آره خب بعدش آره بعد اینجوری کردم. این خوبه مثلا، یعنی دیگه برداشتن رفتم تیره کردم، ولی خب همینجوری که شسته شده دوباره بعدم در اومده هایلایت، ولی در کل بسیار زیبا بسیار زیبا. بسیار زیبا بود. آقا خیلی خیلی ممنون از کسایی که عکساشونو فرستادن و مرسی از شما اگر تا حالا نشستین و تا اینجاشو نگاه کردین، خیلی باحال بود، خیلی خندیدیم و به نظرم پیشنهاد بدین مثلا واسه چیزهای دیگه. حالا این در مورد آرایشگاه و گندایی که آرایشگرا زده بودن بود، اگر حالا هر چیز دیگه هم هست که فکر میکنیم مثلا ما باحاله بشینیم بهش ریاکت کنیم، بگیم که مثلا این ویدیو رو بیشتر بگیم، چون هم واسه خودمون خیلی فان و خنده داره، هم احتمالا واسه کسایی که نگاه میکنن دیگه. همین دیگه، مرسی از همکار عزیزم که منو همراهی کرد. مرسی که دعوت کردی صدف عزیز منو. مرسی از شما که این عکسو برای ما فرستادین و خب یه ساعتی حداقل نمیدونم شو یه ساعت شده با هم بودیم، حالا ریاکت کردیم و با هم شاد بودیم. بازم ممنونم از این شما، از بس شما. خواهش میکنم دیگه، همین دیگه آقا، ما میریم و شما توی یک ویدیو دیگه میبینیم. سلام خدافظ.